شاهنشاها، سال گذشته ویروس کرونا به سراسر جهان گسترش یافت و من نتوانستم به دیدار شما به قاهره بیایم. نیستید که ببینید چگونه ایرانی که نامش تا آخرین لحظه های زندگی بر زبانتان جاری بود، پس از تحمل 42 سال کشتار، زندان، شکنجه، جنگ، بی‌عدالتی، بیکاری، فساد، فقر، بیماری، بی‌آبی، اوضاع فجیع محیط زیست و ظلم و ستم بر زنان و جوانان و پس از تحمل 42 سال دروغ و فریب امروز به پا خواسته است. بسیاری از کسانی که اهمیت و ارزش برنامه‌هایی را که شما برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بودید نادیده گرفتند، امروز از کرده ها و خطاهای گذشته پشیمانند. امروز زنان و مردان ایرانی به پشتوانه نام و همت بلند شما برای رهایی ایران در راه تحقق آنچه آرزوی شما برای ایرانی آزاد و سربلند بود به جان می‌کوشند. همه تلاش بانیان سیه‌روزی ملت ایران در این 42 سال گذشته برای تحریف تاریخ ایران و نادیده گرفتن دستاوردهای شگرف و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در دوران پادشاهان پهلوی بیهوده بود و امروز علی‌رغم تبلیغات سنگین و زهرآگین قدر و ارزش این دستاوردهای عظیم بیش از همیشه در همه ایرانیان به ویژه آنهایی که پس از سال 1357 به دنیا آمده اند آشکار است. از همه هم‌میهنانی که در ایران و نقاط گوناگون جهان به یاد شما و یاد اهداف بلند شما را برای سربلندی ایران گرامی می‌دارند و از همه هم‌میهنانی که از راه دور برای حضور در مراسم 41 سالگرد درگذشت شما به قاهره آمده اند، از سوی خود و خانواده ام صمیمانه سپاسگزاری می کنم. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران. هم‌میهنانم، اعتراضات و اعتصابات فزاینده شما در این روزها برای دستیابی به ابتدایی ترین نیازها و حقوقتان جلوه دیگر از همبستگی ملی بی سابقه است که در نافرمانی مدنی بزرگ روز 28 خرداد از خود نشان دادید. این همبستگی ملی را ما امروز در اعتصاب شجاعانه کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها می‌بینیم. در اعتراضات مستمر کشاورزان و دامداران و بازنشستگان و در تجمعات اعتراضی و فریادهای شبانه مردمی که می‌خواهند شهروند باشند نه برده و رعیت خامنه‌ای و به درستی علیه او و رژیم بیکفایتش شعار می‌دهند. هدف روشن و راه پیش رو روشن‌تر است. اعتصاب، اعتراض، بایکوت و عدم همکاری با جمهوری اسلامی. در این مسیر ما با یکدیگر مهربانیم و متحد و آغوشمان به روی کسانی که جبهه دشمنان ملت را ترک می‌کنند و به ملت می‌پیوندند گشوده است. در جبهه ایران برخلاف جبهه جمهوری اسلامی همه ملت ایران با هر دین و مذهب و باور و از هر زبان و قومی جای دارند.
ما برای بازپسگیری کشورمان از ضحاکیان باید صفوف خود را مستحکمتر، نظم و انضباط در میدان مبارزه را بیشتر، فریاد خود را رساتر و اراده خود را قویتر کنیم. در مقابل تفرقه انگیزان هوشیار باشیم و ایران متحد را نه فقط در کلام و زبان بلکه در عمل به نمایش بگذاریم. این اتحاد و همبستگی رمز پیروزی جنبش بزرگ و برحق ماست. من با تکیه بر تمدن کهن و بزرگمان و با ایمان به آینده‌ای بهتر و روشن برای هر ایرانی، تا پیروزی نهایی بر رژیم غاصب و بازگشت عظمت ایران همراه شما هستم و خواهم بود. باور دارم که به زودی جهان صحنه فرو ریختن قلعه ستم جمهوری اسلامی را خواهد دید. پاینده ایران. دفعه اولی که یه همچه حرفی رو میزنم به آقایون ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر، زندگی که واقعا باید لایقشون باشه میخوان، اینا خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستن. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستی هممیهنان با هم صحبت کنن. اینو فراموش نکنید و الان موقعش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر و ایران بهتری رو میخوان. تو این دو سال هیچ عدالتی ندیدیم و حالا من از شما میخوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید. امروز مورخ 11/5/1397 از راکبین موقع به شمار بلک 54-692-693. Thank you.
قرنویان داره که من توی اینجا تو بیدم آیه دیگه تموم شده من نمیدونم جلب کار رو من راحت میدارم وقت دارم شما جلب بر میتونی بذاری من دارم میگم آقا قرنویان که داره میگه من مطوری مگه نمیشتی نه تو اول به پاسپورت ماموران گفتم به خدا قسم من اون لباس شخصی که ازش حرف میزنید نه میشناسم نه حتی اسمش رو شنیدم We'll be right back.
کشکاری کشکفه کارگر آموزش کشکف ها هم از این ای کارگرمونه کارگرمونه پاترول دار رسمون دار یه هم تاج سره یه هم پای گچه یه هم باز کارگرمونه که خیلی پروه میاد دست میکنه تو کمدمونو. نوید افکاری هستم از زندان عادل‌آباد شیران. 2 سال قبل با برادر بزرگترم وحید بازداشت شدم. هفته پیش بردنمون دادگاه انقلاب، الان هم حکمش اومده. به اتهام محاربه و افساد فلر میخوان اعدام کنن. با سلام خدمت مردم شریف و سرفراز ایران، وحید افکاری هستم. اول به بازپرس مامورا گفتم به خدا قسم من اون لباس شخصی که ازش حرف میزنید نه میشناسم نه حتی اسمشو شنیدم، ولی زیر فشار شکنجه به خاطر نجات خانواده‌ام، به خاطر وحید که اعتصاب غذا کرده بعدم 2 بار خودکشی کرده به کمارف، تن به خواستهاشون دادم، تن دادم تا اون همه کابوس تموم شه. هرچی گفتن نوشتم، ولی حقیقت چیز دیگه ایه. تو این پرونده هیچ دلیل و مدرک قانونی وجود نداره، هرچی هست نوشته های زیر شکنجه. من بیگناهم، پروندمونم هست که هیچ مدرکی علیهمون نیست چون بیگناهی. شما مردم میپرسم چرا همیشه با فیلم برداری از دادگاهمون مخالفت میکرده؟ قاضی دادگاه مهرداد تمتن بود که گفت آیا اتهام معاملت در قتل رو قبول داری؟ در جوابش گفتم چطوری میتونم از خودم دفاع کنم در حالی که هیچ اطلاعاتی از ماهیت پرونده ندارم؟ اگر شخص ادعا میکنه منو در زمان و مکان وقوع قتل دیده احضارش کنید تا همه ما ببینیمش. اگه دوربین حضور منو توی محل وقوع قتل یا حتی چند کیلومتری محل قتل مشخص کرده بهمون نشونش بده. ولی بدون شک همچین ادلاتی هیچ وقت وجود خارجی نداشت چون ما بیگناه بودیم و قاضی فقط بر منو نگاه میکرد. و بعدش من بهش گفتم من شهودی دارم که اثبات میکنن من در زمان و تاریخ وقوع قتل در مکان وقوع قتل حضور نداشتم، علی رغم اینکه شما هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن من ارائه نکردید و منو 2 سال بیگناه تو زندان نگه داشتید. من حرفامو میزدم ولی جز تمسخر و نیشخند و تکرار این سوال چیزی از قاضی نمیشنیدم. اتهامتو قبول داری یا نه؟ بارها و بارها تکرار شد اتهامتو قبول داری یا نه؟ حتی بارها کتبی شفاهی درخواست حضور رسانه‌ها و فیلمبرداری دادید.
ولی بازم میگم که بیگناهم. آیا کسی هست که صدای ما رو بشنوه و به ما کمک کنه؟ مردم ایران، مردم شریف ایران، هیچ وقت فراموش نکنیم که زیر بار چرخ ظلم و بی‌عدالتی آسیا به نوبته و امروز نوید قطعاً فردای من و شما. دیدم تو اتاق دارم و لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی ذکی که چاله میدونی نوید و به باد کتک گرفتن و با بیرحمی تموم دارم به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتککاری میکنم و کتکش میزنم و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو با تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستم بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و باتون نزنن تو سرش. که ماموری که بعداً فهمیدم اسمش سطفان عباسیه با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. این جنایتایی رو که دیدم تو سه تا دادسرا رفتم شهادت دادم. بعد وقتی برای شهادت به دادسرا جرم امنیتی رفتم بازپرس شغلی اون گفت تو آگاهی چی دیدی که مثلا می‌خوای اینجا عنوان کنی یا شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیده‌ها و شنیده‌هامو که توضیح دادم و اینا گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدی با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدا و برید و گفت تو داری توی یه پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارن. ایشون رو در یک نوبت که تقاضا کرده بودن برای ارجاع به پزشکی قانونی در معیت ریاست محترم دایره قتل اداره آگاهی استان فارس ملاقات کرد. پس یعنی تنها با ایشون نبودید هیچ وقت؟ ایشون. وقتی وحید و جلو چشام شکنجه میکردن و دیدم اینا هر کاری ازشون برمیاد دیگه به آخر خط رسیدم، بریدم. برای محکوم کردن ما چند تا مدرک ساختگی هم ردیف کردن که کاملا مشخص همشون دروغ هست. تصویری از این تصویر حساب شخصی ثبت و ضبط شد که در این تصویر واضح است که نوید افکاری موبایل به دست منتظر مقتول است و گرا را به برادر خود دارد. یه وقت دیدم از اینجا گردنش خون مثل چی داره میاد.
بهش به سمت کتفش یه ضربه زدم، شاب در اومدم، یکی دیگه زدم. سال پیش در تلویزیون ایران اعتراف کرد که در ترور دانشمندان اتمی نقشی کلیدی داشته. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. اینجا تو میگی مسئول عملیات بودی، چجوری شد که تو قبول کردی این رو که بیای اینجا این حرف رو بزنی؟ اینجا بعد از تقریبا یه ماه 40 روز شکنجه شدن. از وقتی که اعلام کردن میخوان این تصویر آقای افکاری رو پخش کنن تو تلویزیون و بعدم که اون تصویر رو دیدم، اون ویدیوها رو دیدم، دقیقا یاد مستند کلوپ ترور افتادم. فرزند چند با خواستهاشون دادم، تن دادم تا اون همه کابوس تموم شه. هر چی گفتن نوشتم، ولی حقیقت چیز دیگه ایه. الان این چاقویی که به ما دادی همینه؟ بله. این همون چاقوییه که تیغش از خونه آوردی. بعد از این قتل به اداره آگاهی احضار و در آنجا اعترافات بسیار مهمی میکند. او در اعترافاتش گفته: نوید به من گفت اگر پرسیدند شب 11 مرداد 97 کجا بودید، بگویم مراسم عروسی یکی از اقوام دعوت بودم.
ضمناً این جانب در ادارات اعتراف آگاهی مورد شکنجه ضابطین مربوطه قرار گرفتن. ماها تو انفرادی زیر زمین بودم، بارها و بارها پلاستیک کشیدن سرم تا مرز خفگی رفت. کتومو شکوندن، دستمو شکوندن، ولی زیر بارشون نرفت. از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه هایی که خلاص شدم، پام که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگی ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. خرداد سال 98 به شعبه اول دادگاه انقلاب اعزام شدم. محمود ساداتی رئیس دادگاه انقلاب و قاضی شعبه بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون اجرای قوانین جلسه دادگاه بعد از خوندن آیه 33 سوره مائده گفت شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی نماز جمعه شاهچراغ خودم اعدامتون میکنم. من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم. عکس رادیولوژی، گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق با موازین شرعی سوگند خوردن شهادت دادن اثبات کننده ادعای منه، ولی کوشش شنوا. قاضی دادگاه مرداد تهمتن بود که گفت آیا اتهام معاملت در قطع و قبول داری؟ من دارم میگم آقا قرنوی هم که دارم میگه من مطوری که قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. خیلی من خیالمون راحته. خب کار نداری؟ انشالله که درست میشه. حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سو بشه. اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگران نداشتم. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. هرچند خسته هستم ولی بازم میگم که بیگناه هم. آیا کسی هست که صدای ما رو بشنوه و به ما کمک کنه؟ ببین میگی محور مقاومت شما از اونایی که شلاق نخورده برده بودیم. راستی اون در قابلمه چی شد رو نمایی کرده تو؟ دم این ناشناسه گرم که اگه نبودن ما هیچی نمیدونستیم و شما داشتین کاراتونو میکردیم.
بیا. آتیش داره میریزه رو شهر، ابعاد فاجعه تو این چارچوبی جا نمیشه، خواب نمیشه، نیست میشه نمه، بدنهای سوخته رو میبرن، پد و بنده آماده، رنگ تمه پر موشک میزنن، سنگ قبرارم میشکنن، نمرده هامو میترسم، موندنی نیستن، یه نیشخن میزنیم چون که تصویر قهرمان ها تو ذهن ها شکستنی نیستن. ببین دستایی رو که می نویسن افشا کنن این نظام و انکار میکنه شرط و به کارم جدون شک کن، اینا هموطن نیستن، دشمن بومیه، بس کنه تو میشنوی زوده کپک و زنده ای، ولی هر جنگ های بوسته مرگ و روی پیشونی حس میکنی، جسم پوکه تو اپوچ پر میکنی، بی حس میکنی، حس به همه قربانی ها رو حفظ میکنی، خبر رو منعکس میکنی، همه بدون بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن. تکدیر انداز و بالای مناره برای ادامه بقا با یه اشاره، جمجمه ها رو داره هدف بگیرن، مادرها میگن محرم ما آبانه، سرای بریده رو دارن بغل میگیرن، چرا میریزن اشکا روی زمین، توی چشای خیز به دریای خونه گرداب ببینم، میگن دارو کم داریم ولی تناب دار به تعداد بگیرن، طالبان و داعش هم که همه این قاتلا الهام میگیرن، حواسا مثل جیب جمن و بسیجی زوب ولایت، دم و سنجر و دیوار جهنم رسیده به در نشادت، گربه از زک در میاره و میگه نوز شمنیت داریم، وقت امکانش هست یه و بریزن سر شلاق به دست به اینکه ببندنت، ببین از چش اینا همه مجرمیم، فقط شاید هنو تو رو نگرفتنه، بیا بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، همه گروگان نانجک رو توی لپ بردن، جلوی دوربین بگو توبه کردم، اینا حتی صدر اسلام هم دیگه شوکه کردن، انقلابشو سفره نداشت، شکم مردم رو سفره کردن، حالا بزاق دهن ایلای فق بریز رو زلیز میشیم، رو افرو میریم توی فکر، میگه اینا سهر و جادوی جن ویروس ها میاره حقیقت زیر خرافا له، شایست سالانی نداریم، همه رو دارن زیر میگیرن، رانتی های فخمه پشت میز میشینن، همه حکومتی هن، فقط جای بوی گلاب و بیسکی میدن، ببین داری به چی میبالی؟ ارباب چینی داریم، ارباب چینی داریم، علم چیه؟ دینی داریم، سردار دل و بچه کش بود، پول جنایت ها رو عجیب میدادیم، بیا بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، بزن زخم و لعنت کن تو مغز همه، جنایت رو حد کن، شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن، سرور نظام رو قد کن، زردار دل و بچه کش بود، زردار دل و بچه کش بود، زردار دل و بچه کش بود، اربام چینی داریم، آتش داره میریزه رو شهر. قدیر رو پشت سر گذاشتیم که برای شیعان جهان حائز اهمیت هست، اسناد و مدارکی رو از کتاب دایت و معارف ظهور از آقای بروجردی انتخاب کردم در همین رابطه. موضوع قدیر، سعی میکنم از رو بخونم، موضوع قدیر از ماجراهایی است که جبرائیل از ابتدا وارد میگردد و محمد را تشویق میکند و سپس وادار میکند تا موضوع مهمی که گویا اعلام ولایت علی است به پیروان خود اعلام نماید. یعنی که در روز عرفه در صحرای عرفات در آخرین مراسم حج طول عمر پیغمبر که بهش میگن حجۃ الوداع، جبرائیل میاد و میگه که ولایت علی رو به همه اعلام کن.
جبرائیل در این ماجرا به عنوان مدافع علی وارد شده و محمد را به اعلام ولایت او ترغیب می‌کند و سپس با مشاهده طفره رفتن محمد او را تهدید می‌کند که در صورت عدم اعلام این موضوع نبوت او زیر سوال خواهد رفت. این اعتقادیه که به هر حال در کتب شیعه هست و من به طور خلاصه گفتم، اسناد و مدارک هم موجود هست. ابتدا پیامبر با عده‌ای از اطرافیان خود در آن زمینه مشورت میکنه که آنها نمیدانستن چه بگویند. پیامبر گریست و جبرائیل به او گفت که آیا از فرمان خدا ناراحت هستی؟ محمد پاسخ داد خیر، خدا میداند که من از دست قریش چه کشیدم که به زور و به واسطه شمشیر و جهاد رسالت من را پذیرفتند و اگر سپاهیانی از آسمان نازل نمی شدند پیروز نمی شدند. پس چگونه رسالت علی را، ولایت علی را قبول کنند؟ جبرائیل محمد را ترک کرد و سپس آیه و برای نامه تهدیدآمیزی از سوی خدا ارسال شد که چه بسا تو از آن چرا که به تو وحی شد ترک کردی به دلیل اینکه ترسیدی و شرح صدر خودت رو از دست دادی. اسناد و مدارکش رو همکارانم اگه لطف کنن و در زیرنویس بگذارن که من نخوام بخونم. پیامبر در واقع قدیر خم نتوانست حق را اجرایی کنه و در زمینه ابلاغ قدیر تعلل کرد، جوری که داریم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جبرائیل سه بار نازل شد و در نهایت پیامبر را تهدید کرد و گفت اگر انجام ندی و این قدم رو بر نداری، انگار که اصلا رسالتت رو انجام ندی و این قدم نهایی رو اگر انجام ندی انگار هیچ قدمی بر نداشتی. علت ترس پیامبر از مطرح کردن علی به عنوان خلافت و جانشین چه بود؟ برای اینکه میدانست اطرافیان او ناقلا و منافق هستن و علی را نمیپذیرن. این رو در اسناد و مدارک دینی آوردن. همچنین اسناد دینی زیادی حاکی هست بر اینکه با انتصاب خلیفه اول به خلافت به جای پیروی از سفارش پیامبر در قدیر حق علی غصب کردید. ولی اگر علی منصوب از طرف الله بود چرا از او حمایتی نشد؟ اگر علی به عنوان سفیر توحید آسمانی باشد باید فرمان روای هستی از او حمایت کند، ولی گویا این جبرائیل بوده که حکم انتصاب علی را در عرفه تا قدیر برای پیامبر آورده، پس باید جبرائیل را مسئول این رویداد دانست. این در سندهای عنوان شده و این داستان رو هم هست توی کتاب که دایت المعارف. عبدالله ابن عباس به عمر گفت که تو و ابوبکر حق علی را غصب کردید، ضایع کردید و خلافت را که حق او بود غصب کردید. و عمر گفت که محمد خواست ولی خدای محمد نخواست و به پسرمون بگو ناراحت نباشه. در قاعده تشکیک و تردید و نسبیت که همیشه در حال آقای بوجدی رعایت میکنن در نوشتار خودشون و در تحقیقات خودشون که این که در این کتاب جمع‌آوری شده، سوالات زیادی پیش میاد برای یک مخاطب بی‌طرف و بدون تعصب که آیا خدای پیامبر و محمد موفق شد یا خدای عمر؟ آیا واقعا این اگه سمت خدا بود همینجور که الان گفتم، آیا این گونه میشد که خب هیچ گونه حمایتی نشه و اتفاق نیفته؟ چرا اصلا از روز اول وقتی دستور از جانب خداست پیامبر باید اینقدر تعلل بکنه؟ چرا باید ترس داشته باشه؟ چرا تردید داشته باشه؟ آیا به خاطر این بوده که علی افراد زیادی رو در جنگ‌های مسلمین در صدر اسلام به هر حال کشته بود و اونها نسبت به اون کینه داشتن و میترسید؟ آیا به خاطر این بود که مردم تمایل و به هر حال تمایل زیادی داشتن که ابوبکر یا و عمر رو انتخاب بکنن، حالا یا اینکه میگفتن جوون، روایت گوناگونی وجود داره، علی جوونتره نمیتونه، یا اینکه میگفتن اینا کارآمدتر از علی هستن، یا کلا اینها بهتر میتونستن با مردم به هر حال همراهی بکنن؟ و اینها دلایل مختلفی که حالا ذکر شده در جاهای گوناگون، یا اینکه در جایی هم تردید شده بود که آیا یک جریان کاملا سیاسی و حکومتی بوده یا واقعا یک جریان الهی بوده. اگه واقعا از جانب الهی باشه و
و خداوند خواسته باشه و اینجور شدید دستور داشته باشه به پیغمبرش که بگه اگه نکنی انگار که اصلا رسالتتو انجام ندادی، پس چرا حمایت صورت نگرفته؟ این هستش که مخاطب خیلی میتونه تشکیک بکنه و در این مورد فکر بکنه که واقعا حقیقت امر این داستانهاییست که الان دارن میگن یا چیز دیگه ای ممکنه باشه و اون رو باید در نظر گرفت و در موردش فکر کرد. به هر حال قدیر یک زمان خوبی هست برای اینکه بشینیم فکر بکنیم. این که همیشه این داستان سرایی ها رو برای ما گفتن و ما پذیرفتیم، چرا نیم یک ذره نسبت به ریشه اینها تشکیک یا تردید بکنیم، بهش فکر بکنیم، در موردشون تحقیق بکنیم. اونهایی که واقعا اعتقاد شدید دارن خب میتونن اعتقاد خودشون رو محکم تر کنن، یا اینکه ممکنه ما اشتباه به ما گفته شده و ما مدام داریم اون رو تکرار میکنیم بدون اینکه در موردش فکر بکنیم. ما در یک برحال نسخه هستش که و یک درسی هست که دارتون معارف ظهور که پیامبر میگفت در رابطه با سیاست بازی، اگر بخوام بگم، یا اینکه احساس کنیم ممکن این جریان یک جریان سیاسی بوده نه الهی. من این رو هم به یاد آوردم که پیامبر گفت که من اسلام پیروز نشد مگر با زر خدیجه، شمشیر علی و به اصطلاح درایت من، که همون درایت در از سیاست، شمشیر علی زور و قدرت و زر خدیجه هم که خب ثروت و زر هست، در از همون مثلث زر و زور و سیاست یا تزویر از اول اسلام بوده. و این رو خود پیامبر در حدیثی که میبینید عنوان کرده و این متواتر هست و ما باید بهش فکر بکنیم اگر این گونه بوده از اول اسلام این مثلث تشکیل شده و بر پایه این مثلث بنا نهاده شده، خیلی از مطالب رو ما باید یک جنبه سیاسی هم در اون ببینیم. و اینجور نیستش که خیلی از عزیزان میگن که ما میتونیم اسلام رو یک دین سکولار بدونیم، بلکه از همون ابتدای بعثت پیغمبر به روایت های بسیاری، به اسناد و مدارک زیادی، شواهد گوناگونی میشه دید که در اصل برحال همراه و همزاد و هم کف و کنار سیاست بوده و بنابراین در قدیر هم این احتمال میره، کمان که در صدر اسلام حتی ازدواج های پیامبر کاملا سیاسی بوده، اعتبارات و یک سری هزینه هایی که قائل می شده برای افرادی مثل ابو سفیان و دیگران کاملا سیاسی بوده و دلیلی نداشته، به طوری که حتی اونها جزء کتاب وحی بودن. کسانی که الان تشیع به اونها لعنت می فرستن در زیارت هاشون، در زیارت عاشورا، در دعاهاشون، خود شیعیان عزیز باید دقت کنن. این قرآنی که در تاخچه ها هست و در ماه رمضان شما بر سر می گیرید روز شهادت امیرتان، قرآنی است که معاویه و ابو سفیان هم کاتبش بودند و عثمان اون را گردآوری کرده. و اگر شما اینجور کینه به دل میکنید و ناراحت این که حق رو غصب کردن، چجور ممکنه قرآنی رو احترام کنی و بر سر بگیرید که در از قاصبین اون رو برای شما نوشتن و تقریر کردن و خود امامان شما هم اون رو قبول نداشتن؟ و من فقط خواستم که یک مروری بکنم به اسناد مدارک و سوالات و شکیاتی که در این زمینه وجود داره در خود اسناد مدارک دینی برای شما عزیزان بازگو کنم. تا برنامه آینده بدرود، شاد باشید. دست مرا بگیر و برخیز جای، بگذریم از این چاه ناکامی. بیشتر از 40 سال از فتادیم ز پای، له شده یه فقریم و بدنامی. تفر
رغ و تهمت اینجا بس است، پخته شدیم رد شدیم از خامی، با هم بخونیم یک صدا هموطن، نه به جمهوری اسلامی، 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 نه به جمهوری اسلامی. یک کلام ما شبیم به نام یک ملت آریایی، بگذریم از خرابی آباد شبیم، گرانی و فشار ران تو بیا، این از شعار رژیم مافیا، تبرم و بیکاری و اعتیاد، اثر تا پاش این حکومت روسیا. نه به جمهوری اسلامی،